با نام و یاد پروردگار، درود بر شما. من پژمان بازقی در استودیو با انرژی از شبکه نسیم در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این برنامه رو هم تماشا کنید. مهمانان عزیزی داریم، به اتفاق شما میریم به استقبالشون. مهمان عزیز ارزشمند که بنده دارم درس میدم، درس جواب میدم در حضورش، همین الانش هم به تته پته افتادم. شاعر، مجری توانا، اندیشمند، آقای شهرام شکیبا. آقا درود بر شما. میگم شما رو دیدم اصلا به تته پته افتادم. قربونت برم پژمان جان. اولا بگم که تعارف نه آقا با آرایشگرا بیکار میشن، سر همو میتراشن. خب اون خیالتون راحت، هیچ کدوم اینا نیست. ولی خیلی خوشحالم، خیلی خوشحال شدم وقتی که دیدم اگه بیام تو این برنامه اول شما رو میبینم، بعد اینکه بعد مدتی دوباره میتونم با مردم صحبت کنم از دریچه این شبکه. خیلی باحال بود و دوست داشتم. خیلی خوش اومدی. راجع به اندیشه و فضیلت میخوایم صحبت بکنیم. کی بهتر از شما که مهمان ما باشه؟ من کوچیک شما. تو این ایام روزهایی هستش که روزهای خیلی ارزشمندیه. من گفتم اول به این یه اشاره ای بکنم. همه بیننده ها حتما ماجرای مباهله رو میدونن. اگر تعریفم بکنید برای جوان تبا که بهترم هست. ببینید، گاهی یه اتفاق فقط یه اتفاق تاریخی نیست، اتفاقایی در زمان خودشون میفتن، تموم میشن، میره پی کارش. ولی یه سری اتفاقها هست که اینا جاریه در طول تاریخ. مباهله، من ببخشید دارم پیش شما جسارت میکنم توضیح میدم، یک رفتار خاص هست که در واقع رفتاری دینی هم هست، از سالیان بسیار دور هم بوده، شیوه ایست. جاهایی که بحث خیلی گره میخوره، دو طرف هیچ که قانع نمیشود و هر دو خودشون رو برحق میدونند و از در واقع بندگان خوب خدا و دستور خداوندی رو میگن داریم اجرا میکنیم، میگن این کارو بکنید. با هم میرن در یک جایی، معمولا در صحرایی، هر کس چند نفر از نزدیکان خودش رو هم میاره همراه خودش، میگن آقا نفرین میکنیم تا خدا اصلا یه عذابی نازل کنه به او که داره اشتباه میگه. این واقعه یک بار، مهمترین باری که در تاریخ اتفاق افتاده همینه، ما بین پیامبر و مسیحیان نجران صورت میگیره. بحثی بوده و جدلی یا حالا بماند چه بوده، اما وقتی که پیامبر میروند، امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها و حسن و حسین علیهما سلام رو با خودشون میبرند. اونجا مسیحیان نجران دقت میکنن و یادشون میفته به آن چه که بهشون گفته شده بوده که اگر دیدید پیامبر با این خانواده اومد، اصلا مباهله نکنید و بپذیرید، چرا که همه داشته‌ای که روی زمین از مقدسات وجود داشته اونجا حضور داشته، پیامبر و خانوادهش، عزیزترین مردمان همیشه تاریخ. این اتفاق مباهله است، دربارش در قرآن هم اومده و این رو ما عید میگیریم، یکی از دلایل برای حقانیت پیامبر و خاندانشون. و فکر میکنی که مثلا کاربردش در جامعه امروز توی این قرن مدرن چطور میتونه باشه؟ ببین، این که تو بدونی وقتی حرفت حقه، خدا پشتت هست، این خیلی نکته مهمیه، در همیشه تاریخ کاربرد داره. بدونی آقا حرف حق اگر بزنی، درسته ما میشینیم گاهی همه محاسبات رو انجام میدیم، مثلا یه کاری میخوایم انجام بدیم در عرصه جهانی، این کشور چی میگه، اون کشور چی میگه، سیاست جهانی فلان، یا نه تو فامیلمون خالم چی میگه، داییم چی میگه، ما کاری میخوایم انجام بدیم، هیچ وقت به این فکر نمی کنیم که ای بابا ما اگه راست بگیم خدا حواسش به ما هست، خیلی بیش از حد نگران نباشیم. راست بگیم، درست باشیم، جای خوب وایساده باشیم، خدا هم هوامونو داره و برنده ایم تو هر چیزی، از کوچکترینش تا بزرگترینش. بسیار عالی. به ما که اضافه شد، ما این قصه رو نشیده بودیم. ممنونم از شهرام عزیز. و اسلاید داریم بچه ها، ببینیم
با انرژی باشی برنده 15% کاهش مصرف برق، در کنارش 300 دستگاه خودرو، 1500 جایزه 100 میلیون تومانی، 15000 جایزه 10 میلیون تومانی، 150000 جایزه 1 میلیون تومانی به جوایزیه که به خوش مصرف های برق تعلق میگیره. منم باید برم این کارو بکنم، چون من ماشینمو دوز برده 5 ماهه. ای بابا. آره برم چراغا رو خاموش کنم، حداقل یه ماشین بگیرم. چرا چه اتفاقی افتاد؟ پیش میاد دیگه، بی احتیاطی خودم بوده قطعا. آها عجب. نه ان شاءالله که پیدا میشه، چون مال حلال هست حتما. آره برمیگرده. زحمت کشیدی. آره برمیگرده. همون حرفی که زدی، اگر ایمان داشته باشی به خدا، خدا پشت و پناه شما هست، حتما پیدا میشه. بریم یه بخش دیگه ای رو به اتفاق شهرام ببینیم، برگردیم یه ذره حرفای برقی بزنیم با هم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند مردامان. ای خوشا پس از لحظه چند، آرمیدن همراه دل بران خوشه چیدن. از شف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. بر پا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز، بر پا بود جشن انگور، ای افسونگر نغمه پرداز. در کشور سبز و گل با شور و شف نغمه کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک محنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. شهرام شکیبا، مرد خوش صحبت، خوش صدا،
اندیشمند با فضیلت مهمان برنامه ما هست. چه حالی میده از آدم تعریف میکنه؟ آقا هستی دیگه. نه آقا چرا؟ آقا یه برنامه هم داشتید راجب شعر بود. آره درسته، من اونو نگاه میکردم. قند پهلو. اگه خدا بخواد شاید در آینده نچندان دور یه کاری درباره ادبیات تو همین شبکه نسیم شروع کنیم انشالله. حتما ما دعا میکنیم که این اتفاق برای شما بیفته، چرا که ادبیات سهم مهمی در آگاهی و تربیت فرزندان ما داره و حتما لازمه که برنامه هایی ساخته بشه برای اینکه بچه ها علاقمند بشن. خودت هم شعر میگی شهرام؟ یعنی دیوانی چاپ به چاپ رسوندی؟ این واقعیتش شعر برای من دغدغه اصلی نبوده گفتنش. ولی آره شاید بیش از 30 ساله که دارم شعر میگم، دوستان نزدیکتر گاهی شنیدن. حالا یه دونش هم بگو ما بشنویم. ما هم دوستان نزدیک شماییم. خوبه؟ بله حتما همینه. ما نزدیکتر از مردم که نداریم به خودمون. نه ببین یه شعری هست دوستان با من خیلی شوخی میکنن، میگن نکنه تو کلن همین یه دو بیتی رو داری هر جا میری میخونی. ولی واقعیتش اینه که این چون معروف شده دوست دارم هی برم همه جا بگم و اینا، پول معنوی برای آخرت یه چیزی جمع کنم. خیلی سال پیش گفته بودم که الهی ای فلک دیگر نگردی اگر گرد سر حیدر نگردی، الهی ای نفس بی حب مولا اگر از سینه رفتی بر نگردی. آره این دو بیتی خیلی خیلی قدیمی بود که کاش که الان کاغذ مغازم همراهم بود یه دوتا شعر جدید حداقل براتون میخوندم که یه کار تازه هم آورده باشم. حالا ایشالا فرصت های بعد حتما در خدمت شما هستیم. برای کاهش مصرف برق تو خونه چیکار میکنی؟ یه راه کار به ما بگو. من اولا از اون باباهام که تو فضا مجازی باهاشون خیلی شوخی میشه، میگن بابای هی میاد برقا رو خاموش میکنه اینا. واقعیتش اینه که من یه جا مستاجرم، نوع روشنایی خونه نوع مناسبی نیست. یعنی اومدن لامپای از این هالوژنا به جای یه لوستر بزرگ، لامپای هالوژن در تمام سقف دیدن، بعد هر یه دونه رو که روشن میکنی 20 تا لامپا هم روشن میشه، نورش اونقدر نیست اما مصرفش بالاست و من همیشه سر این حرص میخورم. ولی واقعیتش اینه که درست مصرف کردن به معنی خاموش کنیم تو تاریکی بشینیم نیست. نه خیر. همه این در واقع صنعت برق کشور داره زحمت میکشه که من و تو بهترین استفاده رو بکنیم. بله. ولی یه جوری استفاده مصرف کنیم. آره. ولی یه جوری باشه آقا به بقیه هم برسه. من هفته پیش عسلویه بودم. از عسلویه تازه رفتیم جمع که جای خوش آب و هوا تریه، یه برنامه‌ای برای ایام قدیر بود و اینها. آقا عین شمع آب میشد آدم گرما. خیلی گرمه اونجا. آره. واقعا گرمه و باورت نمیشه مردمش میگفتن الان خوبه، 10-15 روز دیگه تازه گرمای ما شروع میشه. خب خدای نکرده اگر یه جایی کشورمون انقدر گرم باشه نیم ساعت برق نباشه نمیشه تحمل کرد. ما که توی پایتختیم یا توی شهرهای بزرگ اونها که هستن، الان که همه جا ایران برق داره خدا رو شکر، هممون که الان دسترسی داریم، با یه ذره رعایت کردن آقا فلان ساعت اتو نکنیم و ماشین ظرفشویی روشن، نه همین چیزایی که هممون بلدیم کافیه. بعد اصلا خوب نیست. ما مردمی که داعیه فرهنگ داریم، ما میگیم متفکران بزرگ این عالم کشور ما بودن، یه موضوع به این سادگی رو نیاز نیست خیلی به هم تذکر بدیم، باید رعایت کنیم. به هر حال برنامه تلویزیونی برای همین ساخته شده. آره، این برنامه. آره. ساختارش اصلا بر اساس اینه که ما آگاهی بدیم به مردم. هر شب ساعت 8 شب میایم روی آنتن شبکه نسیم. حالا میگم تصمیم گرفتن برای خوشمصرف‌ها جایزه‌ای در نظر بگیرن. خیلی هم کار خوبیه. مثلا خوبه آقا وقتی یه نفر یه کار خوب انجام میده حتما مستحق دریافت پاداش، نه به مفهوم حالا مادیش، تشکری هم باید ازشون بله. بکنیم. یه نکته هم بگم، تو قرعه‌کشی‌های آینده همه استان‌ها جایزه دارن، همه استان‌ها ماشین برنده میشن. استانی بیشترین جوایز رو میگیره که بیشترین تلاش رو کرده باشن مردم اون استان برای اینکه 15% کاهش رو رعایت کرده باشن. یعنی شما هم میتونید به همسایه‌هاتون بگید. گفتیم هم
مهمترین بخش این پویشی که راه اندازی شده دست بچه هاست. آره دقیقا. بچه ها میتونن میگم آقا ما گرفتاریم الان از سر کار میریم، شما به قول من خستن، آره. حواسشون نیست. بچه ها بدونن مثلا بگن ماما الان چیز نکنه، الان اتو نزنی ها صبح. ما یک زمان اوج داریم ساعت 1 تا 6 بعد از ظهر و 8 تا 11 شب، اونجا اصلا تعرفه هاش پلکانی محاسب میشه. یعنی یه دفعه اگر اوج مصرف یه چیز پرمصرف هم استفاده بکنی، یه وسیله پرمصرف هم استفاده بکنی، یک دفعه قبض برق شما بالا میره. بعد اون 1 تا 6 خیلی گرمه، حالا که مجبوریم تو اون ساعت از کولر استفاده کنیم، چیزای دیگه استفاده نکنیم، چیزای دیگه رو میشه کمتر استفاده کنیم. آقا شما مثلا شب میخوای به اتفاق خانواده برید مهمونی، مثلا منزل پدر برادر خواهر هر کی، آقا از صبح میدونه دیگه، اون قبل از ساعت 1 بعد از ظهر لباسا رو حاضر کنیم، چه میدونم بشوریم، اگر ماشین ظرفشویی دارید تو منزل 11 شب به بعد روشن کنید که دیگه پیک استفاده از اصلا یه بهانه جور کنیم بندازین گردن آقایون ظرفا رو بشورن، اون که برق مصرف نمی‌کنه. همین دیگه، اصلا ماشینم نمی‌خواد روشن کنی. آره دیگه اینجوری بهترم هست. ولی من به نظر من بچه‌ها میتونن با نصب این پویش توی تلفن همراهشون، چون بعد از کرونا همه چیز دورکاری شد و اینا، بالاخره الان همه بچه‌ها بلدن با تلفن همراه هوشمند کار بکنن، این رو هم نصب کنید، شما به شما آموزش میده. حالا جالبه که مدارس برتری رو که بچه‌ها توش فعالیت‌های اینچنینی کرده باشن هم به 100 تا از مدرسه‌شون قراره که تقدیر بشه، تشکر بشه در سراسر کشور. دانش آموزان نمونه که خودشون کمک کردن. به نظر من مهمترین بخش استفاده بهینه و درست انرژی در آینده دست همین بچه هاست. ما باید به بچه ها یاد بدیم، نه باید دعواشون کنیم، باید بهشون آموزش بدیم، مسئولیت بسپاریم گردنشون. دقیقا. که اونا بتونن جور ما هم بکشن دیگه، ما که حوصله نداریم که همه خسته. یه وقت یه چیزایی مال خانواده نیست، یه وقت یه چیزایی مال خانواده است. این آقا یه موضوعیه که اگه مصرف کنی، درست مصرفش کنی، مال خانواده‌مونه، خانواده ایران منظورمه. درسته. ما همه با هم برادریم، برابریم، با همه یه رنگارنگی هایی که داریم، ولی همه توی یک خانه به نام ایران داریم زندگی میکنیم. خب این خونه رو میخوای آقا درست داشته هاش بین دیگران تقسیم بشه، یکی از راهاش همین با عدالت، با تناسب، یعنی چیزیه که هممون دوستش داریم، همه عاشق اینیم که مردم ایران در شرایط بهتری باشند، همه برای این دارن کار میکنن. بله. خب اگه بتونیم ما هم کمک کنیم چی از این بهتر دیگه. بسیار عالی. و اینکه اگه بخوای سختگیری کنی تو خونه چیکار میکنی؟ بخوای یه راهکاری الان بگی. واقعیتش من قرارم اینه، من هیچ وقت کاری نمیکنم بچه ها همم بترسن. خب من یه کاری میکنم خجالت بکشن. معتقدم باید اینجوری باشه، یعنی آموزش دادن سختگیری باید شکلی باشه که خجالت بکشن کار بعدی انجام بدن. من باورت نمیشه که مثلا چراغ روشنه میرم خاموش میکنم، بعدم شوخی میکنم میگم بچه ها شما خیالتون راحت، شما همه جا رو روشن بذارید، من با وجود این که از شما 30 سال بزرگترم میرم همه چراغا رو خاموش میکنم، بعد میشینم، شما راحت باشین. هم میخندن هم خجالت میکشن، خودشون دیگه انجام میدن. آره واقعیتش. بسیار عالی. ممنونیم از شهرام شکیبای عزیز که مهمان برنامه ما بودن، حرفای بسیار خوبی زدن، شنیدنی بود. ولی حیف شهرام شکیبا اینجا باشه، اندیشمند باشه، شاعر باشه، بخش خودش رو با شعر تمام نکنه. آخی. خوبه؟ چشم. آره. اولا که میخوام که خداحافظی انجام بدی با شعر شما، بعد بریم بخش بعد. بذارید که بریم سراغ گنجینه‌ای که پدران ما قبل‌تر از ما برای ما گذاشتن، بریم ببینیم تو اون گنجینه چی پیدا میکنیم، راجع به اندیشه بگیم. خوبه؟ خداحافظی منو بپذیری هم با شما هم با پژمان عزیز. اما بخونیم که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. با نمک، هنرمند، رفیق عزیز من میرطاهر مظلومی، درود بر شما. خیلی
خوش آمدید شما و مردم عزیز ایران. خیلی ممنونم پژمان عزیز و متشکرم که منم حضور پیدا کردم در این برنامه. بینندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون، روزهای پرنوری رو براتون آرزو مندم. قبل از هر چیزی پژمان عزیز اینو خواستم، چون مدت ها بود ندیده بودمت. بله بله. خیلی دوست داشتم اینو بگم، تو نماینده شریف و نجیبی برای خانه سینما و بازیگران هستی و این لازمه که گفته بشه. من در هر مراسمی دیدم تو حضور داری، حتی شنیدم که مثلا شهرستان بودی به خاطر اون مراسم رسیدی، مراسمی که دوستانی رو، هنرمندان بزرگی رو از دست دادیم که شکاف بزرگی در هنره. نبود هر کدوم از اینها به نوعی بریلیان هایی بودن که ما باید واقعا لای پنبه حفظشون میکردیم و تو خیلی شایسته و نفر در اونجا حضور داشتی در تمام مراسم. من خوب انجام وظیفه. این یه پارامتر. دومی که این دکور زیباتون رو خواستم بگم، چون از که نگاه میکردم کره زمین و آسمون و کهکشانی که روش سنگینی میکنه، به نوعی داره به دوش بله. زمینه و حالا گاهی آسمان خراشی هم میاد، یه خراشی روی زمین میدازه، ولی در کل کهکشان مکان رویا پردازیه، یه گالریه، یه بوم نقاشیه که تو میتونی نگاه کنی. خود ستاره باعث میشن که آدم از شب دیگه نترسه. بله. شب تازه یه جلوه و شکوهی پیدا میکنه. اونم ایران عزیز ماست که روشنه، میبینی؟ بله. و امیدوارم که همیشه پرنور باشه. بسیار تبریک میگم به تمام گروه اجرایی این برنامه. امیدوارم که همچنان موفق و سربلند. مثلا ما اگه بخوایم بحث رو شروع بکنیم راجع به بحث انرژی، انرژی وقتی میگیم شما یاد چی میفتی؟ انرژی، انرژی یاد محیط زیست. یعنی چی؟ محیط زیست به نظر من احترام و احترام تمام عیار به ساحت و جایگاه موجودات، موجودات زنده و به طور حقیقیه. اگر ما بیاییم از دیدگاه حق هم نگاه کنیم، خدایی، قرآنی، الهی، هر موجود زنده محدوده زیست طبیعی خودش رو داره. این خیلی مهمه. و اینکه خب این چرا دستخوشه؟ و اینکه طبیعت خودش احترام تمام عیاری به موجودات قائله. بله. چرا این دستخوش اتفاقات میشه؟ به خاطر آز و طمع نوع بشره. نوع بشر باعث این شکاف میشه. ما البته آز و طمع رو من همیشه اینجوری مثال میزنم، مثل ملودرام و تراژدی. تراژدی خیلی سهمگین تر از ملودرامه، ولی اگر آز و طمع پی و گوشت و استخون آدم رو بگیره، تبدیل به هیولای مهلکی میشه، مثل هیولای طوفان ها، مثل آتش فشان ها، حتی فاجعه آمیزتر از جنگ. این هیولا باعث شده که نوع بشر، مثلا شما ببینید یک غاری رو در نظر، ما حتی به اون غارم گاهن رحم نکرده نوع بشر. اون غاری که گرگی درش هست و میاد این گرگ هر 15 روز یه گوسفندی میبره برای خانوادهش و اینها، ما اون رو هم میبینی که تخریب کردیم و این تازه به جایی رسیدیم که گرگر هم میپزن میخورن. ولی از همه اینا مهمتر به نظر من، ببخشید من، نه برنامه شما در مورد محیط زیست، حس این آبهای زیرزمینیه، آبهای تاریخی. ببین گاهن بشریت میبینی 1200 1400 متر چاه میکنه و این آبهای زیرزمینی رو خارج میکنه. آبهای زیرزمینی دال بر استحکام زمینه، یعنی استحکام زمین به آبهای زیرزمینی ربط داره. اگه فرونشستایی که در زمین به وجود میاد گاهن به خاطر اینه که ما آبهای زیرزمینی رو بیرویه استفاده میکنیم. و حالا ببین خداوند چقدر بزرگه، چقدر زیبا. ببین مهندسی شده جهان. این آبهای زیرزمینی خودش اون اضافه بارش رو خالی میکنه و میاد داخل چشمه ها. ما به جای اینکه از اون استفاده کنیم گاهن بیرویه میاییم از این استفاده میکنیم. ببین شاید مثالش اینطور باشه، مثل بادکنکی که درش هواست. حالا فکر کنید تو آبه و وقتی ما این آب خالی میکنیم این بادکنک پوستش نشست پیدا میکنه. ببین چه اتفاقی میفته وقتی که زمین، آبهای زیرزمینیش خالی میشه، آتش سوزی زیاد میشه، گیاهان خشک میشن، زمین خشک میشه و همه این رو ما از دست میدیم. حالا تو انرژی
تو انرژی خب به برق وقتی بله. ربط پیدا میکنه، برق هم میبینی اگر استفاده یعنی تکنیکال نباشه درش، خود اون قضیه رادیواکتیو رو پخش به محیط زیست میکنه. اینم بازی تراژدی برای محیط زیست به حساب میاد. بسیار عالی. عرضم به حضور شما که حرف درستی زد میرطاهرم، دغدغه های محیط زیستی داره و هر حال ما در یک کشوری داریم زندگی میکنیم که آب و هوای خشک و نیمه بیابانی داره. خیلی جالبه که اگر 33 میلیون کنتور توی این مملکت هست و هر کسی تصمیم بگیره یک وات در یک لحظه کم بکنه از مصرفش، ببین چقدر در واقع مصرف کاهش پیدا میکنه. ما 90 روز پرفشار داریم توی این مملکت که میشه تابستان ما، به این دلیل که ما در جنوب کشور گرمای هولناک داریم، در شمال کشور شرجی وحشتناک داریم، 60 درجه من دارم بله احواز. در اهواز به 60 درجه هم میرسه. پس در اینکه ما اگر کنار همدیگه همون محیط زیست رو میخوام وصلش کنم و میتونن مسئولین یک نیروگاه دیگه اضافه بکنن در این کشور که برق تولید بکنه، ولی خب مجبورن یه جایی رو خراب بکنن، زیستگاه یه سری حیوان از بین بره، همون آبی که گفتی برای خنک کردن بیاد، هزار یک اتفاق میفته، فقط برای اینکه ما تو 90 روز بتونیم این بخش رو در واقع در اوج مصرف بتونیم پر بکنیم. بریم اوج مصرف رو ببینیم. این برنامه هم صرفا برای همینه، ساعت 1 تا 6 بعد از ظهر، 8 تا 11 شب اوج مصرفه. با انرژی باشی برنده 15% هم کاهش مصرف، 300 دستگاه خودرو که 15 تاشو قرعه کشی کردیم، میلیاردها تومان جوایزم در نظر گرفتم برای کسانی که خوش مصرفن. من میخوام بگم که اگر این برنامه ساخته شده صرفا برای اینکه به شما بگیم که چه اتفاقاتی میتواند بیفتد اگر شما درست مصرف کنید. کسی نمیگه شما مصرف نکنید، کسی نمیگه کولرتون روشن نکنید، میگه آقا روشن میکنید و درجه 16 نذار، 18 نذار، 24 درجه آسایش اسمش. اگه قرار 5 دقیقه مثلا منزلتون خنک بشه، رو 24 9 دقیقه طول میکشه. یعنی 4 دقیقه فکر نمیکنم آدم دیگه از گرما هلاک بشه. ولی برای اون کشاورزی که در جنوب کشور داره کشاورزی میکنه، باید به نخلستونش سر بزنه، باید به زمین کشاورزی سر بزنه، اگر برق نداشته باشه برای اون زندگی سخت میشه. اون پمپ آبش رو نمیتونه روشن کنه نخلستون آب بده، اون پمپ آبش رو نمیتونه روشن کنه که زمینش رو آبیاری کنه. اینا چیزهایی که ما دنبالشیم. دقیقا. اینا چیزهایی که ما دنبالشیم و این یه مدیریت کلان لازم داره، میدونی باید خیلی مهندسی بشه، مدیریت بشه، وگرنه ما باز تجاوز میکنیم به محیط زیست، یعنی مجبور باز نیروگاه بزنیم به زیست گیاهان، جانوران. خود اینها در اون محیط که قرار بگیرن اصلا باعث شکوفایی میشه. بسیار عالی. ولی ما میایم این حریم رو میشکنیم. یه تنفس کوتاهی من میرطاهر داشته باشیم همراه شما، یه بخش دیگر رو ببینیم، به اتفاق برمیگردیم در خدمتتون هستیم. همراه با میرطاهر مظلومی عزیز هستیم، هنرمند گرامی، رفیق عزیز من که سالها بود ندیده بودمش. خدا رو شکر میکنم که این برنامه باعث میشه بسیاری از دوستان رفقا رو مجدد ببینم، دلم براشون تنگ میشه. اینجوری هم نیست شما فکر کنید ما هنرپیشه ها هنرمنده ها هر روز با همیم و هر روز هم دیگر میبینیم. نه بابا، از این خبر سال به سال پیش نمیاد هم دیگر ببینیم. در رابطه با این موضوعی که ابتدا گفتی و بندر شرمنده کردی، میخوام یه نکته بگم. ای کاش ما فقط توی مراسم ترحیم دوره هم جمع نشیم. ما توی انجمن بازیگران سعی کردیم این اتفاق بیفته که دوره همی هایی بذاریم، یادی بکنیم از پیشکسوتانی که شاید کمتر کار میکنن، جوانترها بیان یاد بگیرن و امیدوارم این اجتماعات این شکلی هم بچه‌ها استقبال کنن. به بزرگداشت‌ها فکر میکنیم، هیچ موقع به نکوداش فکر نمیکنیم. بله. نه ما راه انداختیم، نکوداش خیلی مهمتره و راه انداختیم. بله بله میدونم راه انداختیم. میگم من از شما شخصا تشکر کردم، قربونت برم لطف شما، به دلیل که حضور بسیار پررنگ و دلسوزانه و شریف در این قضیه داشتی. قربونت برم، انجام وظیفه میکنم، قابل ستایش واقعا. خب چه خبر، مشغول کاری الان؟ آره یه سینمایی و این هیبت خاصی تو هم مثل من سیبیل گذاشتی. سیبیل گذاشتیم و بعد سالیان طولانی آقای محمود دینی
آخه عزیزم سینمایی داره کار میکنه، خودشون میسازن. بله بله، بله. محمود خان خیلی تبریک میگی، گرمسار و مشغول اون کار هستیم. یه فیلم خیلی فاخری هم هست انشاءالله. انشاءالله حتما. کیا هستن همراهی میکنن شما رو؟ خب من و محمود بیشتر تو اون جریان با هم هستیم، ولی خب بازیگران زیادی هست. آقای میامی هست، آقای بهرام ابراهیمی هست، آقای دان هست و خیلی بازیگرهای دیگه. چقدر عالی، چقدر عالی. آرزو موفقیت میکنم. یه رئالیتی شو هم هست که داریم کار میکنیم، ایشالله اونم به مرور دیگه ضبطش شروع میشه. فعلا در حال تمرین هستیم. ایشالله که دوستان جدید، فیلمسازهای جدید هم از کسانی که سینما رو دوششونه، سالهای سال زحمت کشیدن، چراغ آپارات خونه این سینما رو روشن نگه داشتن، در تلویزیون زحمت کشیدن، استفاده بکنن. شما جوان ها یاد بگیرید، شما جوان ها بایستی تجربه کنید، شما هم بایستی در کنار ما باشید. و اینکه دوبله سخت تر یا سینما یا تئاتر؟ ببین اینا آخه من همیشه اینجوری نگاه میکنم، تو هر ستاش رو تجربه مفصل داشت، آن رادیو هم بودی. آره ببین ذات اینا روی نمایشنامه است دیگه، اینا در یک عنصر واحد با هم قرار دارن، خیلی پیوسته. مثلا در رادیو تخیل خیلی گسترده است، میدونی، یا در سینما تداوم ذهنیه، در تئاتر تداوم عینیه. ولی خب اون متن، اون نمایشنامه، خود سناریو به نوعی وابسته به نمایشنامه بوده، بله. از اون احیا شکل گرفته. اینا عشق باعث میشه که اینا زنجیروار به هم متصل بشه و میبینی که هر کدوم از اینها یک نقطه ای از آرتیست رو تقویت میکنه برای ایفای نقش. من میخوام اینو بپرسم که معروفترین یا شاید بگم بهترین شخصیتی رو که خودت دوبله کردی؟ اینو نمیتونم بگم، نمیتونم چون بگم. که دیگه دوبله خیلی کار کردم، شاید بیش از مثلا یه هنرپیشه که دوست داشتی حالا هیچ وقت صدات رو روش گذاشتن اینا؟ هنرپیشه که دوست داشتن، هنرپیشه خارجی که مثلا مورد علاقت بوده؟ بله مثلا آقای هاپکینز در فیلم شکست که خدا رحمتش کنه، آقای ناصر طهماسب، آخه خدا رحمتش، اون رو به من واگذار کرد. و یه تیکه از اون یادت هست برام بگی؟ یه بخشی از دیالوگاش دیگه شایدم نیست، ولی میدونی چجوریه دوبله در خلق و سائه. ما یک فیلمی رو که وقتی میبینیم توسط مدیر دوبلاژ که هدایت میکنه ما رو، این پارامتر رو ما بیشتر رعایت میکنیم که در مصرف حس خصاصت به خرج بدیم و به مرور مصرف کنیم. ممکنه این کاراکتر در ابتدای سکانس چون رد میکنن، ممکنه سکانس دهم رو بگیرن و ما اونجا توضیح مدیر دوبلاژ باعث میشه که این ادبیات درست مصرف بشه و تبدیل اون سیر مسیرش درست آفرین بشه. یعنی نموداره درست بشه، وگرنه پیشتر خرج بشه اون موقع است که ممکنه که خوب پیش نره. سیارم عالی، خیلی ممنون. چه حرفای قشنگی شنیدیم از میرطاهر عزیز. مثلا یه برنامه دیگه شد، برنامه با انرژی نشد. ما یه راهکار دیگه یادآوری میکنیم، آموزش نمیدیم، شبها هر شب داریم راجبش حرف میزنیم. اسلاید رو ببینیم، اسلاید رو ببینیم. بعد با نصب سایبان کولر آبی 20% صرفه‌جویی در مصرف، 300 دستگاه خودرو، صدها میلیارد تومان جوایز ارزنده، به شرطی که با انرژی رو نصب کنید. رو تلفن همراهتون دور اول قرعه کشی تمام شده، دور دومش هنوز مونده و قراره که به اتفاق هنرمندان، ورزشکاران، به هر حال صاحبان منصب بیایم و قرعه کشی بکنیم، تقدیم شما خواهیم کرد، راجبش مستند هم میسازیم که بدونید که واقعا این اتفاق افتاده. ممنونم از اینکه در برنامه خود شرکت کردید، متشکرم. حرفای بسیار بربونه. خوبی گفتی، لذت بردیم و اینکه حرف پایانی. خیلی ممنون، تشکر میکنم از بینندگان عزیز و اینکه سربلند باشن، کنار خانواده، پر از سرور زندگی رو طی کنن. پاینده باشید. متشکرم از شما، خداحافظی میکنیم از میرطاهر عزیز و بخش بعدی. ممنون و متشکرم از اینکه بیننده برنامه امشب بودید. تا برنامه بعد، بدرود.